سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من دکتر ربیعی هستم و امروز میخوام در مورد داروی بیزوپرورول باهاتون صحبت بکنم و اطلاعاتی رو در مورد این دارو باهاتون به اشتراک بذارم قسمت اول قسمت معرفی اینتروداکشن این دارو هستش اسم این دارو بیزوپرولول هستش و با نام تجاری بیزوپکس و بیزوفار توی داروخانه کشور به فروش میرسه این دارو نامهای تجاری دیگه هم داره کلاس این دارو این دارو متعلق به گروه داروهای قلبی عروقی از نوع بتا هستش و یوزز استفاده این دارو برای فشار خون بالا برای نارسایی قلبی و برای جلوگیری از سکته‌های قلبی و مغزی از این دارو استفاده میشه برای فشار خون بالا این دارو جز اولین پیشنهاداتی هستش که پزشک برای شما این دارو رو تجویز میکنه و برای نارسایی قلبی این دارو ممکنه به تنهایی یا همراه با داروهای دایروتیک یا ادرار آور یا داروهای ایسی اینهیبیتور برای شما تجویز بشه تا مشکل نارسایی قلبی شما رو برطرف بکنه قسمت بعدی قسمت مکانیز آف اکشن یا نحوه عمل کرده داروی بیزوپرول هستش. این دارو با مهار گیرنده های بتا باعث تنظیم ضربان قلب و کاهش فشار وارده بر قلب میشه و این دارو با کاهش فشار خون در درون اروغ خونی باعث تسهیل عمل کرده قلب و خون رسانی به سایر نقاط بدن میشه. همچنین از این دارو برای کاهش درد قفسه سینه ناشی از آنژین قلبی از این دارو استفاده میشه. قسمت بعدی قسمت دوزش فرم یا اشکال داروی داروی بیزوپرولول هستش این دارو به صورت قرص های 1.5 به 5 و 10 میلی گرم توی داروخانه های کشور موجود هستش که میتونید تهیهش بکنید اینجا تصویر داروی بیزوپرولول 10 میلی گرم رو براتون گذاشتم که میتونید مشاهدهش کنید قسمت بعدی قسمت دوز کانسابشن یا دوز مصرفی داروی بیزوپرورول هستش برای فشار خون بالا دو نیم تا 5 میلی گرم از این دارو به صورت خوراکی یک بار در روز برای شما تجویز میشه و به مرور ممکنه که پزشک این دوز رو به 10 میلی گرم یا 20 میلی گرم در هر روز برای شما افزایشش بده و برای نارسایی قلبی یک و 25 میلی گرم از این دارو یا یک نصف یک قرص 2.5 میلی گرمی از این دارو رو به صورت خوراکی یک بار در روز برای شما به حالت آغازین پزشک برای شما تجویز میکنه و ممکنه که به صورت تدریجی این دوز افزایش پیدا بکنه و به 10 میلی گرم در هر روز برسه نکته که باید بهش توجه بکنید این هستش که دوز مصرفی این دارو برای نارسایی قلبی بهتره که از 10 میلی گرم در هر روز افزایش پیدا نکنه قسمت بعدی قسمت فارماکوکاینتیکس این دارو یا تاثیراتی که بدن بر روی داروی بیزوپرورول میذاره هستش با اویلیبیلیتی یا فراهم زیستی این دارو 80 درصد هستش پیک پلاسما تایم این دارو زمانی که این دارو به ماکسیموم غلظت خودش توی پلاسمای خون شما میرسه دو تا 4 ساعت طول میکشه آن اف اکشن یا زمانی که شما این دارو رو مصرف میکنید و بعد از اون این دارو تاثیر خودش رو روی بدن شما اعمال میکنه یک تا دو ساعت طول میکشه متابولیسم این دارو توسط لیور یا کبد انجام میشه و اکسکریشن یا دفع این دارو هم توسط یورین ادرار و فیس مطبوع از درون بدن دفع میشه. قسمت بعدی قسمت سیمیلار دراگ یا داروهای مشابه داروی بیزوپرولول هستش داروهای مثل پروپرانولول، سوتالول، متوپرولول، دیلتیازم، وراپامیل، والزارتان و لوزارتان از داروهای مشابه داروی بیزوپرولول هستند. قسمت بعد قسمت ادورس ایفکت یا عوارض جانبی مصرف داروی بیزوپرول هستش عوارضی مثل سرگیجه، بیخوابی، خستگی، کاهش فشار خون، استراب، راش ها و خارش های پوستی و وزوز گوش از عوارضی هستش که بعد از مصرف داروی بیزوپرول ممکنه برای شما اتفاق بیفته قسمت بعدی قسمت توصیه ها و اختار های مصرف داروی بیزوپرول هستش در قسمت اول اگر شما مبتلا به دیابت هستین ممکنه که این دارو موجب مخفی کردن افت قند خون شما بشه پس بهتره که با احتیاط برای افرادی که دیابت دارن این دارو مصرف بشه در قسمت بعدی از عوارض شایع مصرف داروی بیزوپرول عوارضی مثل خواب سرگیجه خستگی و سبکی سر از عوارض خیلی شایع مصرف داروی بیزوپرول هستش در قسمت بعدی وقتی که شما داروی بیزوپرول رو مصرف میکنید ممکنه بازه زمانی مصرف این دارو طولانی بشه بس بهتره که صبور باشیم به توصیه های پزشک گوش بکنید و اگه زمانی میخواد این دارو رو قطع مصرف بکنید حتما به پزشک خودتون مراجعه بکنید تا پزشک برای شما این دارو رو به صورت تدریجی قطع مصرف بکنه و در قسمت بعدی مصرف فراورده های الکلی و الکل در هنگامی که داروی بیزوپرول رو استفاده میکنید ممکنه باعث کاهش فشار خون شدید و سرگیجه بشه و بهترین زمانی که میتونید داروی بیزوپرورول رو استفاده بکنید هنگام صبح هستش که با یک لیوان آب میتونید این دارو رو مصرف بکنید قسمت آخر که قسمت پرگنسی ان لاکتیشن یا ردهبندی بندی مصرف این دارو در زمان بارداری و در زمان شیردهی ای هستش این دارو در زمان بارداری توی رده بندی سی قرار میگیره و بهتره که این دارو تحت نظارت پزشک و با احتیاط مصرف بشه و در هنگام شیردهی هم همینطور بعد شما دارو رو تحت نظارت پزشک و با احتیاط مصرف بکنید خب مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین من دکتر ربی هستم و محتوای شبیه به این دارو یا داروهای دیگه برای شما میسازم اگر از کانال من راضی هستید میتونید کانال من رو سابسکرایب بکنید و اگه سوالی برای شما پیش من در مورد این دارو یا داروهای دیگه میتونید اینجا کامنت بکنید من در وقت بهش جواب میدم مرسی که همراه من هستید